شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. آلمان پس از اعدام جمشید شارمهد زندانی سیاسی ایرانی آلمانی سفیر خود را از تهران فرا خانده و کاردار جمهوری اسلامی در برلین را به وزارت خارجه احضار کرده است. در واکنش وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که پاسپورت آلمانی مسئولیتی ایجاد نمی کند. مارکوس پوتزل سفیر آلمان در ایران با ویدئویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شد شناخته شد در این ویدئو او به یکی از دونر فروشی های محبوبش در تهران رفته و به زبان فارسی ابراز خوشحالی می کند که دوباره به تهران بازگشته و توانسته از دونر مورد علاقش لذت ببرد او همچنین هدیه‌ای به صاحب این دونر فروشی تقدیم می کند. مدتی بعد از انتشار این ویدئو در پی اعدام جمشید شارمهد شهروند ایرانی آلمانی وزارت خارجه آلمان سفیرش در ایران را برای مشورت فراخواند و گفت که معلوم نیست تا چه زمان این مشورت طول بکشد. پس از ترک سفیر آلمان از تهران، سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که قتل جمشید شارمهد به شدت به روابط دو کشور آسیب میزند و ایران میداند که به زودی با اقداماتی مواجه خواهد شد. در همین حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، پس از جلسه هیئت دولت گفت که ایران به کشورهای اروپایی پیشنهادهایی برای مذاکره در زمینه های وضعیت اوکراین و برنامه هستهای ارائه کرده است اما به نظر می رسد اروپا تمایلی به این موضوع ندارد عراقچی همچنین در مورد عدم علاقه اروپا به ارتباط با ایران به تنش اخیر بین ایران و آلمان در مورد اعدام شارمهد اشاره کرد و اقدام آلمان را حمایت از یک تروریست دانست. به گفته مقامات دولتی در ایران ممنوعیت ثبت رجیستری گوشی های آیفون که مدتی طولانی ادامه داشت برداشته شده است. سخنگوی دولت ایران با اعلام این خبر افزود، که جزئیات عملی لغو ممنوعیت به زودی اعلام خواهد شد. همچنین وزیر ارتباطات و فناوری نیز به طور رسمی این موضوع را تایید کرد. رجیستری تلفن همراه به شکل کنونی خود از سال 1396 آغاز شد. بر اساس این طرح، صاحبان گوشی باید اطلاعات دستگاه خود را در سامانه هم تا ثبت کنند. در غیر این صورت، پس از سی روز تمامی خدمات گوشی قطع خواهد شد. دلیل این قانون جلوگیری از قاچاق اعلام شده بود. انتظار می رود که با لغو ممنوعیت ثبت قیمت آیفون های مدل 14 و بالاتر در ایران افزایش یابد. آیا می خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید.